درگیری گسترده میان مزدوران لباس شخصی، بسیجی و ماموران سرکوبگر انتظامی با مردم در گرفته بود. مزدوران رژیم با تمام وسایل و تجهیزات به مقابله با مردم پرداختند. سیمای منحوس رژیم به خاطر ممانعت از پخش صدای شعارهای مردم و صدای تیراندازی و شلیک گاز اشکاور حتی از سخنرانی پاسدار احمدی نژاد هم عاجز ماند و در چند نوبت با قطع و وصل آن را پخش کرد. در منطقه آریا شهر نیز درگیری‌های گسترده میان مردم و مزدوران سرکوبگر روی داد. مزدوران نیروی انتظامی برای ممانعت از حرکت صفوف فشرده مردم به روی آنها آتش گشودند. هنوز از میزان زخمی‌های احتمالی گزارشی منتشر نشده است. تظاهرکنندگان با شعار خامنه‌ای قاتل ولایتش باطله را در مقابله با تیراندازی مزدوران سر دادند. در میدان صادقیه نیز درگیری‌های مشابهی میان مزدوران رژیم و مردم روی داد. مردم با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه به مصاف گلوله و گاز اشکاور شتافتند. در میدان امام حسین مردم در مواجهه با مزدوران سرکوبگر با شعارهای یا حسین و بانگ الله اکبر به مقابله با مزدوران رژیم پرداختند و صفوف آنها را در هم شکستند و به پیشروی به سمت میدان آزادی پرداختند. دیکتاتوری آخوندی که از مدتها قبل و به ویژه از شب قبل با گسیل انبوه مزدوران بسیجی که از شهرستانها و روستاها جمع‌آوری کرده بود تلاش کرده بود طوری در میدان آزادی سازماندهی کند که مانع از حضور مردم قیام آفرین شود. اما با این حال جز حلقه نزدیک به جایگاه ویژه برای حضور پاسدار احمدی نژاد شعاع وسیعی از میدان آزادی در اختیار قیام آفرینان بود و با شعارهای کوبنده مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه مانع از اجرای کامل طرح رژیم شدند. تنین شعارهای کوبنده مردم در میدان آزادی به حدی بود که سیمای منحوس آخوندی ناگزیر شد تنها به پخش تصاویری از نزدیک و آن هم بدون صدا بسنده کند. با وجود دستور سکوت به رسانه‌های خبری مبنی بر مسکوت گذاشتن حضور قیام آفرینان، اما برخی رسانه‌های خبری ناگزیر از اعتراف انبوه مردم شدند. سایت جهان وابسته به باند ولی فقیه نوشت که خبرهای رسیده حاکی از آن است که افراد و گروه‌هایی که با توجه به ظاهر آنها و نمادهای همراه از گروه‌های آشوبگر به شمار می‌روند به خیل راهپیمایان پیوستند.